بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین با سلام و درود بر ولی امر مسلمین جهان نایب امام زمان سلاله زهرای مرضیه فرزند پیامبر اسلام حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای و با سلام و درود بر خانواده معظم شهدا جانبازان آزادگان عزیز اسلامی ایران بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. من به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و جهان امروز در بعد شیعه و ایران می‌خوام برای شما عزیزان مطالبی را بیان کنم و امیدوارم که در سه قسمتی که به شما عزیزان بیان می‌کنم خوب متوجه آن بشوید. ابتدا در قسمت اول می‌خوام به شما عزیزان بگم یکی از مهمترین وظایف مؤمنان به ویژه در نظام اسلامی دشمن شناسی می‌باشد. در طول تاریخ تمام شکست‌ها ناشی از بی‌توجهی به دشمن بوده است، چه بسا عدم بصیرت و دقت کافی در شناخت دشمن سبب پناه بردن به دامان دشمن برای رهایی از دشمن باشد. امروزه قدرت‌های بزرگ با ایجاد سازمان‌ها و تشکیلات اطلاعاتی و ایجاد اتاق‌های فکر و اجتماعی، بودجه‌های کلان به این مراکز که نقش مهمی را در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها دارند، اینان تلاش می‌کنند دشمنان بالقوه و بالفعل خود را شناسایی کنند و قبل از آنکه نقشه‌های دشمن کارساز شود آنها را در هم شکسته و یا خونسا کنند. در سال 1986 قمری، یعنی در اوج پیروزی‌های رزمندگان اسلام در جبهه مقاومت علیه استکبار جهانی، کنفرانسی در سرزمین‌های اشغالی تحت عنوان بازشناسی شیعه برگزار گردید و نظریه پردازان زیادی برای سخنرانی دعوت شدند و به این نتیجه رسیدند که شیعه پرنده ای است که افق پروازش خیلی بالاتر از نیروهای ماست، پرنده ای که دو بال دارد، یکی بال سبز و دیگری بال سرخ. بال سرخ همان مهدویت و عدالت خواهی ما شیعیان است. ما شیعیان در انتظار عدالت به سر میبریم، پس امیدوار هستیم و انسان امیدوار همیشه شکست ناپذیر است. اما بال سرخ همون شهادت طلبی ما شیعیان میباشد که ریشه در کربلا دارد و شیعه را پناپذیر کردیده است. بنابراین این افق ما با دو بال پروازش خیلی بالاست و نیروهای و تیرهای زهرآگین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره دشمنان به آن هیچ وقت نخواهند رسید. ما شیعه البته بود سوم هم داریم که بسیار مهم است. برای ما این پرنده زرهی به نام ولایت پذیری بر تن دارد. در بین کلیه مذاهب اسلامی شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به ولایت فقیه است. عاشورا و حماسه پرشکوه آن پدیده است که همواره رمز و رازهای نیروهای پنهان و آشکار شیعیان و آزادیخواهان بوده است. قدرت این رمز و این راز آن چنان است که دشمنان اسلام را همیشه در حیرت و شگفتی و سردرگمی فرو می‌برد. از همین رو دشمنان به ویژه صهیونیست جهانی بلانند تا با شبه‌سازی و بهره‌گیری از این واقعه برای دنیای پوشالی و خیالی خود جلوه‌های مقدس و آسمانی بیافرینند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.